سلام. رخدادها در جاده سیاست از هم پیشی می‌گیرند. بحران‌های اقتصادی شیپور تغییراتی بنیادین رو به صدا در میارند. تحولات اجتماعی در خیابان شهرها خبر از اتفاقات بزرگ پیش رو دارند. وای بر ما که در گام دوم انقلاب به گوش نباشید. من معلم هستم. گرسنگی کودکان محصل خود را با تمام وجود حس کردم. من مادر هستم و بیکاری جوانان رشید افسرده از بیکاری را با اشک و آه دیدم. من پیرزنان و پیرمردان شهر مظلومم را دیدم و در چروک پیشانیشان نقش شمشیر خشم خدا را بر علیه همه مان مشاهده کردم. ایران در تلاطم، جهان نظاره می کند. تیک تاک و پایش دقیق رخدادهای سیاسی، تحولات اجتماعی، تغییرات بنیادین اقتصادی و پیشبینی چشماندازهای پیش رو. برنامه های امروز: معاون پیشین قضایی نظام در جایگاه متهم می ایستد. قاضی و بازپرس شعبه نوع دادسرای قضایی از پنجره به بیرون پرتاب می شود. آخوند رئیسی می گوید در قضایی تنها 1% فساد هست. رسانه ها حرف دیگری می زنند. آخوند رئیسی در برنامه زنده چه گفت و چرا؟ بررسی در گفتگوی سیاسی. بالگردی بر فراز سیاره سرخ، ناسا آماده می شود. مریخ میزبان نخستین هلیکوپتر جستجوگر. بررسی این موضوع و موضوعات دیگر در بخش رسانه های جهان. شورای حقوق بشر رأی می دهد. 22 موافق، 8 مخالف. جاوید رحمان و ماموریتی دوباره. نظام ولایت از شکایت تا جنون. بررسی قطعنامه شورای حقوق بشر علیه رژیم آخوندی در گفتگو با دکتر صوفی سعیدی، استاد دانشگاه در روابط بین الملل از آمریکا. بهارستان می‌لرزد، شمشیر شاه و توپ شابشاد. مشروطه نوپا زیر آتش توپ‌های دربار و استعمار. لیاخوف نعره می‌کشد، شیخ فضل الله نیشخند می‌زند، محمد علی شاه خمار از پیروزی. تیرماه و کشاکش دیگر در مسیر پرفراز و نشیب آرمان آزادی. در بخش گذری در تاریخ، 38 میلیون حاشیه نشین، زنانی پناه گرفته در خرابه ها، گودال ها و کانال ها، خانوارهایی که کنار گورستان ها مسکن می گذینند. در بخش با دردهای مردم، شما با تیک تاک همراه هستید. خب در این بخش همراه بشیم با بخش فضای مجازی برای بررسی شبکه‌های اجتماعی. سلام می‌کنیم به شما و آماده شنیدن گزارشتونیم. سلام و خدا قوت می‌گم به شما و همینطور به همه عزیزانی که همراه ما هستند. هر سال در شروع فصل تابستون آخوندها به بهانه گرما و تحت عنوان بدحجابی دوره جدیدی از طرح‌های سرکوبگرانه علیه زنان میهنمون رو به راه می‌اندازن و امسال هم دوباره این طرح‌ها شروع شده. رژیم آخوندی به بهانه بدحجابی برای سرکوب بیشتر زنان و جوانان زمینه‌سازی می‌کند و در وحشت از بالا گرفتن خیزش‌های مردمی به بهانه فصل تابستان و تحت عنوان بدحجابی موج جدیدی از سرکوب و دستگیری و اعمال اختناق علیه جوانان و به ویژه زنان به راه انداخته. کاربر دیگه‌ای هم با انتشار خبر دیگه‌ای از یکی از همین طرح‌ها نوشته بدحجابی به تخلفات راهنمایی و رانندگی افسوده شد. فرمانده نیروی انتظامی تهران در خبری اعلام کرد ماموران پلیس
در مواجهه با کشف حجاب و بدحجابی در داخل خودروها، مشخصات خودرو و زمان و مکان وقوع رو همراه با مشخصات خود به مرکز پلیس تحویل میدهند. اما از این طرح‌ها کم نیست و هر بار به بهانه‌ای به اونها اضافه میشه. یک کاربر دیگه خبری رو منتشر کرده از استان گیلان و گفته که پاسدار محمد عبدالله پور، سرکرده سپاه تروریستی قدس گیلان، گفته که بقای انقلاب ضد اسلامی در گروه امر به معروف و نهی از منکر هست و از تشکیل 2000 گروه مقاومت در راستای تذکر لسانی و عملی در این استان خبر داده، که در واقع باز هم سرکوب به بهانه بدحجابی هست. کاربر دیگه ای در همین رابطه نوشته سرکوب هموطنان به بهانه حجاب هر روز بیشتر و بیشتر میشه و رئیسی و رئیس پلیس تهران خواستار مقابله بیشتر با بیحجابان در جامعه هستند. اون وقت حرامزاده های اصلاح طلب این رفتار مسئولین رو توجیه میکنند. مقصر تمام بدبختی های مردم برگردن این مالکشان دوزاری است. کاربر دیگه هم با اشاره به ماهیت رژیم آخوندی نوشته معلوم نیست رژیمی که بیش از هر زمان دیگر فساد و فحشا رو در جامعه ایران رواج داده با کدوم صلاحیت به موضوع حجاب وارد میشه. اما از این دست سرکوبگری ها کم نیست و در واقع در پشت پرده اونها و عناوین و بهانه هایی که مطرح میکنن، در واقع هدف رژیم برای سرکوب کل جامعه و حفظ نظام خودش هست. کاربر دیگه در این رابطه نوشته حضور نیروهای انتظامی در جامعه به بهانه حجاب به منظور تسلط بر اوضاع، سرکوب زنان به بهانه حجاب محدود و حذف نیمی از افراد جامعه به بهانه حجاب هست. و کاربر دیگه هم در رابطه با طرح‌های مختلف سرکوبگرانه آخوندها نوشته به بهانه دستفروشی پلیس سرکوب تشکیل دادن، به بهانه حجاب پلیس سرکوب تشکیل دادن، به بهانه قاچاق پلیس سرکوب تشکیل دادن، به بهانه فساد پلیس رسانه تشکیل دادن، به بهانه دلار پلیس ارز تشکیل دادن و با این بهانه ها ایران و منطقه را بی امنیت کردند تا بمانند. اما علت این دشمنی هیستریک آخوندها با زنان میهنمون دقیقاً در این هست که اونها همواره در صحنه های اعتراض و برخواستن حضور پررنگی داشتن. یکی از کاربران در همین رابطه در توییت خودش نوشته در قیام ایران ثابت شد که زنان جلودار قیام ایران هستند و از آنجایی که 39 سال تحت سرکوب این رژیم بودند بیشترین خشم و انزجار را نسبت به رژیم خمینی دارند. در واقع این هم گوشه‌ای از ماهیت زنستیز آخوندها و بهانه‌ای برای سرکوب کل جامعه و به گرگان گرفتن کل جامعه در برابر رژیم آخوندی هست، که البته بارها و سالها اثبات شده که این ترفندها جوابی نداره و یک بار دیگه سر رژیم در سرکوبگری هم به سنگ خواهد خورد. ممنون از همراهیتون با این بخش از برنامه. توجهتون رو به سایر بخش‌ها جلب می‌کنم. چند روز پیش اژه‌ای معاون قضایی آخوندها وعده داد که قرار آخوند ابراهیم رئیسی سرجلاد قضایی نظام گفتگوی زنده در تلویزیون حکومتی داشته باشه. در نهایت هم شب گذشته رئیسی این گفتگو رو انجام داد. با توجه به اینکه قضایی آخوندها الان یکی از کانونهای بحران نظامه و اون دادگاه تبری و همینطور پرت شدن منصوری از طبقه بالای هتل در بخارست نشونه‌های این وضعیت هست، آیا ورود رئیسی یک روندی معمول هست یا به اضطرار به اصطلاح وارد صحنه شد؟ برای بررسی گفتگویی داریم با اسدالله مصنا. تشکر میکنم از حضورتون و همین سوال رو دارم که به اصطلاح حرف اصلی رئیسی و موضوعی که مطرح کرد چه بود در این برنامه؟ بله، عرض کنم که در یک کلام کوه مژدایید. بله، چطور؟ چرا که بله، همه قبل از برنامه دیشب خیلی ها تصور میکنن که رئیسی میاد تا در های و هوی مبارزه با فساد که به قصد سفیدسازی خودش و قوه قضاییه خامنه‌ای شروع شده در اون بده باز بدنه و اون این رو پیش ببره، این موضوع و این سفیدسازی رو پیش ببره و بالاخره از این نمد کلاهی برای خودش بدوزه. اما در حالی که همون اول شروع کرد و شعار شفافیت داد، ولی حرفایی زد که اساساً مالکشی و توجیه مسئله بود. اجازه بدین من به سیر حرفاش اشاره کنم تا این نکته ای که میگم روشن بشه. بله. گفتش که چندی پیش در جلسه مسئولین قوه عالی قضایی گزارش دادن که فساد در قوه قضایی 1% است. اما ما 1% رو هم گفتیم زیاد است برای مجموعه. اینطور نیست که این پرونده، منظورش پرونده تبری، یه روند باشه. یک استثناست.
پس اینجا مینیمیزه کردن و برای استثناست. حالا این چه استثنای گنده‌ایه بماند. بعد بحث 63 حسابه که آمایلار جانی اون داستانا که همه میدونن مورد سوال قرار گرفت. موجی ازش پرسید آره گفت داستان 63 حساب بانکی که معروف مال خوب قضایی است که مورد مطالبه مردم، این جوابش چیه؟ برگشت گفت عده‌ای این حساب‌ها را دستاویز مسائل سیاسی قرار داده بودند، ما گزارش دادیم، از این گزارش هم ضرر نکردیم چون معلوم شد که این پول از کجا آمده، چقدر مبلغ است، کجاها مصرف شده. خب ببینید چیزی نشده. بله. دقیقاً حسابرسی شده بسته. یعنی به این ترتیب توی این نمایش حتی متعرض آملی لاریجانی هم نشد و به طور کامل این فضاحت 60 حساب مخفی که قبلا رو شده و اینکه این سوداش کجا رفته و و و همه اینا رو بسته‌بندی کرد. بعد موجی ازش سوال کرد. گفت خب آقای اجه‌ای، نفر اجه‌ای که معاونش، معاون اول چیز، همون اجه‌ای گوشتخوار. گفته که 125 قاضی حکم انفصال گرفتن. مردم میپرسن چرا به جز یکی محاکمه بقیه را علنی نمی کنین؟ یه قاضی کسی سال قاضیتون بوده محاکمه که میخواییم بکنین فلان همین داستان. که بازم در جواب این به طور مفتزهانه توجیه کرد که تخلفات اینها انتظامی بوده و کیفری نبوده، یعنی اینکه مثلا رشوه خواری و دزدی نبوده. یعنی هر کدوم رو یه جوری در مورد خصوصی سازی هم ازش سوال شد، خصوصی سازی و قاچاق کالا که از قبل صحبت بود، بحث بود و اینها، تمام حرفاش کلیگویی و تکرار به قول معروف جزئی از همون چیزهایی بود که روزنامه‌های خود رژیم می‌نویسن و به فوفور هم می‌زنن. یعنی هیچ حرف جدیدی، هیچ سیاستی یا حتی تضمینی رو اعلام نکرد که مثلا در مقابل اینا چیکار می‌کنیم، چه اقدامی می‌کنیم. تنها به طور خفیف در رابطه با خصوصی سازی حمله قولم خصوصی سازی قاچاق کالا یه حمله خفیفی به روحانی کرد و گفتش که تمام بنادر در اختیار دولته، یعنی اگه چیزی هم از اونجا میشه، یعنی با دولت هم خیلی تضاد کار نکرد. برای من خیلی معقول همه چی رو سرکت بسته‌بندی کنه و ماسمالی کنه. بله. حالا من با سوال دیگه از شما دارم، اما ارتباط تلفنی ما وصل است با آقای مرتضی اسماعیلیان. موضوعی هم که می‌خوایم باهاشون مطرح کنیم مربوط میشه به موضوعی که امروز بوده در مجلس. هم حتما شما میدونید آقای اسماعیلیان، ضمن عرض سلام به شما، که امروز قرار بود یک جلسه غیرعلنی باشه که وزیر دفاع رژیم در اون جلسه غیرعلنی صحبت کنه، اما این جلسه غیرعلنی پخش شد و به اصطلاح عمومی پخش شد. آیا به نظر شما این از دستشون در رفته و چه بوده موضوع؟ ضمن سلام، جوابتون نه خیره. یعنی به نظر من این یک طرح و برنامه‌ای بود برای اینکه حرفایی رو که این وزیر دفاع به اصطلاح وزیر دفاع زد به نوعی برای مخاطبان خودشون باورپذیر بکنن، چون حرفای خاتمی از موشک نقطه زن و افزایش تولید موشک و از این قبیل حرفا از جنس همون دود و دمای قدرت نمایانه همیشگی رژیم بود و چیزی نبود که مثلا جنبه محرمانه و اسرار نظامی داشته باشه. اما از بس که هر بار که رژیم از این تبلیغات پر دود و دم کرده، ناظران بین المللی که مثلا پرتاب موشک‌ها را از طریق ماهواره رصد می‌کنند، لو دادن و افشا کردند که یا رژیم خیلی بزرگش کرده یا ادعاش از بیخ بی پایه و اساسه. یا مثلا وقتی ادعا می‌کرد که مثلا فلان هواپیما یا فلان تاک و بهمان موشک رو ساختیم، ناظران نظامی که خبره این امور هستن اومدن گفتن که این چیزایی که این رژیم اعلام میکنه و ادعا میکنه بازسازی و به نوعی سرهمبندی فلان سلاح از دور خارج شده است. یا مثلا موشک رو از کره شمالی گرفته، یه مقدار توش دستکاری کرده و خلاصه از این قبیل حرفا. این بار رژیم اومده همون حرفا رو با سوس و عنوان محرمانه و غیر علنی داره عرضه میکنه و همونطور که گفتم فکر میکنم میخواد به این با این شگرد اینها رو غیر تبلیغاتی و باورپذیر جلوه بده که نرخش رو به اصطلاح بالا ببره. در این حال این حرفا و این برنامه اینو نشون میده که رژیم همونطور که از ماهیتش برمیاد و ایجاب میکنه، تا جایی که از دستش بر بیاد و بتونه از جیب مردم هزینه میکنه و در واقع در پی گسترش وسایل جنگ افروزی و تروریسم توی منطقه هست.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای اسماعیلیان و ازتون خداحافظی میکنم. باز مجددا در مورد همه حرفای رئیسی که شما بخشیشو گفتید، خب اگر برای سفیدکاری اومد اصلا چه دلیلی داشت که به اصطلاح ظاهر بشه و به صحنه بیاد و این صحبت‌ها رو بکنه و هدفش چی بود؟ بله ببینید، در مجموع حرفای رئیسی اون که داشت برمیاد، از حرفایی که زد برمیاد که اومده بود همین به قول معروف موضوع فسادو که داشت به جاهای باریک میکشید جمع و جور کنه، این گندابی که تو این چند روز فوران کرده و از تو این فورانش جنازه منصوری بیرون زده و به قول معروف این چیزی به این گندگی اومده داشت بیرون، این اومده بود چیکار کنه؟ مهار بکنه. خب این تجربه تکراری هم هست برای در رابطه با رژیم که مانو و نمایش رو مثل نمایش مبارزه مثلا با فساد شروع میکنه، ولی از اونجا که این قضیه سر باز میکنه انقدر این گسترده و خودشون سیستماتی و نهادینش میره جلو و راه میبره به رأس نظام، حتی به شخص خامنه ای که دیگه ناچار میشن به سرعت اینا رو چیکار کنن؟ جمع جور کنن. مثلا خیزی که رژیم اول برداشته بود که کاد از این میکرد که خامنه ای میخواد، خود آخوند آمرلاریجانی خرج سفید سازی و چهره سازی از کی بکنه؟ از رئیسی بکنه. اینو به قول ما رو فدایی میکنه. اما حرفا رئیسی روشن کرد که چنین چیزی نیست و رژیم و ولی فقیهش ناتوان تر از اونن که بتونن سراغ آمرلاریجانی برن. یادتونه چرا؟ چون قبلا یادتونه که یزدی پاچه آمرلاریجانی گرفت و روی فساد قوه قضاییه رفت و روی لاکچری و اون امکانات و اون حرفایی که همه میدونن به رخش کشید. بله. لاریجانی تهدیدش کرد که آقا جان این حرفا چی میزنی؟ سینه من مخزن چیه؟ اسرار است. سینه من. همین یک کلمه باعث شد که کوتاه بیان، عقب بشینن و به قول معروف خورخوش صلوات بسنن و پرونده رو چیکار کنن؟ بسته بندی کنن و گفتن اینا دعوای طلبگیه. بله. حالا این دعوای طلبگی چیه که لاکچری از توش در میاد، فساد در میاد، خدا میداند. بله. از طرف دیگه همین دو قدم که در این مسیر پیش رفتن، همین داستانه حرفا، خب فضاحت و چرک هم دیدن عفونتی مثل بزرگی مثل کی بیرون زد؟ مثل قاضی منصوری بیرون زد. البته هنوز معلوم نیست حالا چجوری کشتنش، کی کشه. البته من قبل از که بیام دادستان رومانی اعلام کرد که این کشته شده، یعنی در کشته شدنش دیگه ابهامی نیست، ولی اینکه کی کشته، چجوری کشتن، کدوم باندای مافیایی کشتن، اطلاعات سپاه کشته، اطلاعات کشته، حالا بماند. ولی به هر حال بدونیم که چه منافع کلانی کشتنی براشون داشته که مجبور شدن توی کشور خارجی ریسک برملا شدنشو بپذیرن، پیونو به تنشون بمانن، هزینه سیاسی سنگینشو بدن و این جنایتکار رو چیکار کنن؟ خفه کنن و سرنخو چیکار کنن؟ کور کنن، که خودشون میگن جعبه سیاه، که خیلی چیزای مختلفم از درون خودشون درمیاد. جالبه که آخوند رئیسی تو مصاحبه دیشبش حتی یک کلمه این هم از شفافیت دم زد، هیچ صحبتی مطلقاً نکرد از این آخوند و قتلش و کشتنش که 30 سال تو همین دستگاه قضاییه میخورده میچره و داستانی دارن با هم دیگه، صحبتی نکرد. نشون میده که رژیم انقدر ضعیفه، انقدر ناتوانه و وضعیتش انقدر بحرانیه که همین نمایش و مانورایی هم که واردش میده میاد دست بزنه، چون میکشه به سمت عرض کنم که انفجار و خارج شدن مهارت دستش، مجبوره چیکار کنه؟ سریع جمع و جور کنه و رئیسی بیاد و اینجور دستگاه رو شروع کنه ماسمالی کردن و اینکه مسائل رو بپوشونه. بله خیلی متشکرم از توضیحاتی که برای ما دادید و برنامه‌مون رو با بینندگان عزیز ادامه میدیم.